و برای جزیات بیشتر این موضوع کارمان نرگس سرخشم از استانبول با ما همراه شدن نرگس وقت بخیر باشه یک بخش از جزیات رو خبر را مخاندم ولی این ماجراس کجا شروع شده و چرا مردم غورم دست به اعتراض علیه طالبان زدن چی دریافتی؟ خب باید گفت که غور یکی از ولایت های افغانستان است که همواره رویدادهای خوشنط در برابر زنان در آن رخ میده و دلیل اصلی آن هم به نظر می رسه دور دست بودن این ولایت است که از انظار عمومی در سالهای گذشته به شدت دور مانده و در زمان جمهوریت هم اغلب روستاها از سوی طالبان مدیریت می شدن یا حضور داشتن حداقل طالبان در آن زمان و گزارش های متعددی هم از خشونت و سنگسار زنان وجود داشته حالا که کنترل به دست طالبان هست این خشونت ها و آزار اذیت ها به نظر می رسد که بیشتر از هر زمان دیگر زیاد شده هرچند در مورد این که اصولا این بازرسی ها چرا آغاز شدن و چگونه اتفاق افتادن و به چه دلیل مشخص نیست تاکنون اما منابع و تصاویری که از این ولسوالی به دست ما رسیده نشان میده که مردم به شدت خشمگین هستن از آن بازرسی های بدنی زنان عنوان میشه بازرسی هایی که به نظر میرسه از سوی نیروهای مرد طالبان اتفاق افتاده و زنان در این بازرسی های بدنی آزار و از اذیت شدن چیزی که با خشم مردم روبرو شده و نشان میده که مردم به خیابان ریختند و در اعتراض به این اقدام طالبان صدای خودشان را بلند کردند چیزی که با واکنش طالبان روبرو شده و شش نفر در پی تیراندازی طالبان مسلح زخمی شدند در تصاویری هم که به دست افغانستان اینترنشنال رسیدن نشان میده که یک فردی که زخمی هست در میان معترضان حضور دارد و افرادی هم اینطور میگن که در زمان روزها و حتی حضور آمریکا در افغانستان چنین ظلمی که طالبان در حال حاضر در برابر مردم انجام میتن را مشاهده نکرده بودند اما در میان آنها برخی از حالا هرچند مشخص نیست که دقیقا اعضای طالبان است یا طرفدار آنها که با وضعیت را به گونه دیگر جلوه میته و مسئولیت را به گردن داعش میاندازه این رویداد رویدادی هست که نه تنها در غور بلکه در بسیاری از ولایت های افغانستان از جمله در بدخشان تخار هم اتفاق افتاده و با خشم مردم روبرو شده بود. درست خب ولی از واکنش طالبا گفتی که در مو مرحله اول به نحو دست به تیراندازی زدند اما مسئولان طالبا در این ولایت و این گونه سایر مسئولان دیگه طالبان در رابطه با ای روی رویداد رویداد واکنش داشتن یا نه طالبان خاموشی اختیار کردند تا کنون در برابر این رویداد و هیچ مقام رسمی طالبان در مورد اینکه اصلا چگونه این اتفاق افتاده توضیح نداده و همونطوری که پیشتر هم گفتم به دلیل که این ولایت بسیار در دوردست قرار داره نه طالبان توضیح بر ها میدن و نه امکان اینکه مردم دسترسی داشته باشن رسانه های آزاد در افغانستان وجود داره اما روی هم رفته آنچه که مشخص است این است که رفتارهای که با باور مردم به است هم به مردم عموما و به ویژه به زنان در بسیاری از ولایت های افغانستان رخ میده و این باعث شده که خشم مردم بیشتر و بیشتر شود و واکنش آنها ریختن به خیابان ها و اعتراض در برابر طالبان است که همواره باز با خشونت طالبان مواجه میشن. در کی سپاسگزارستان وقت بخیر.